ها قضیه اینه، من یه داستانی نوشتم توش 27 تا کلمه رو خالی گذاشتم و اون 27 تا رو قراره از رضا اینه بپرسم، یکی از برای بچه های کانتنت کریتور خیلی خوب که یکی از ویدیوهاش رو ببینید متوجه تفاوتش قشنگ میشید. قراره کلمه هایی که اون میگه رو بزنم تو داستان، بعد سناریوش رو با هم دیگه اجرا کنیم. بریم. یه جایگزین واسه کلمه پدر بده. آقای عزیزی، این باباشو به فامیلی صدا میکنم. سر عزیزی، اوکی اوکی، حواسم نمون به خود. یه اسم واسه حیوان خونگی. گوهر. ببین کرم داری مگه استریمر گوهر داری؟ من نمیشناسم. آخه قبلش گفتی عزیزی، به خاطر اون میخوای. اشکال نداره، کریرم نابود شد. نه اشکال نداره، بچه ها همه با جنبه و ناخودآگاه تو دوستان. یه عضو بدن بود. اسکپولا مثلا. کجا؟ اسکپولا میشه کتف. بگو کتف دیگه، اسکپولا چیه؟ یه شی بگو. هم برده است. یه کلمه برای مترادف عزیزم بگو. گل من. یه اسم حیوان بگو. اسم حیوان پلاتیپوس. خودم نمیدونم چیه، ولی یه چیزی که آبه. میخواستم همین رو بشنم. آره خودم هم دقیق نمیدونم. ببین موقعی که بخوای به نفر بگی نه، اما نمیتونی بگی نه، غیر مستقیم میخوای با یه جمله دیگه بگی، اون جمله چیه؟ اوکی اوکی، حله داشت، پیام میدم بهت. ولی همین رو میخواستم. وقتی سوسک بپره رو دستت چه صدایی میدی؟ یا اگه یه چیزی میگی اون کلمه هر رو بگو، یا اگه یه صدایی میدی اون صدا رو میگم. از آن سوس که با کنه یعنی با یه توش دیگه. یه نصیحت به بچه. فیلم ببین، ولی فیلم خوب. یعنی این دیگه واقعی گفتم، یه واقعا تنها نصیحت میمونه که فیلم ببین. اسم یه فن آرمی بگو. نه بگو دیگه، دیگه هرچی بگید. نه دراما نیست دیگه، کاری نداریم. آج فن، آج فن. وقتی دکتر بهت بگه داری میمیری چی میگی؟ واکنش چی؟ میگم خدا رو شکر. اگه بخوای یکو قهوه کنی چی میگی بهش؟ منچم همیشه میگه، من همیشه از اون ریورسی که به مادر طرف برمیگرده استفاده میکنم. وای نه، کرینجم شد. همون جمله که در مورد سوسک میگم در مورد ایشون هم قطعا میگم. حالا این بار میگیم ری میشون سلام. آفر عضو بدن دوباره. انگوش کوچیکه پا. یه حیوان دوباره. زرافه. یه فعلی که مفعول بهش بخوره، مثلا دویدن نه، یه خوابیدن نه، خاروندن. دوباره یه عضو دیگه. لپ چپ باسن. یه مایه. نوشابه. حالا اسم آدم معروف. سدروسکی. نه گفتم معروف. سدروسکی خیلی دوست دارم ولی ببخش. پارسالیپ. یه چیز بیارزش. پول. یه عضو بدن دوباره. کبد. دوباره یه آدم معروف. سپرخلصه. یه رویداد تاریخی. صعود ایران به جام جهانی 2004. یه عدد. 27. یه آدم معروف دوباره. نیچوکو. معروفه دیگه نیچوکو. آره آره. فعل. نوازش کردن. بگو نوازش کردن چی؟ نوازش کردن کف پا مثلا. هر چی دوست داری بگو، یه کلمه. مگا هیت. یه صفت واسه یه بچه آخرش. گوگلی. سلام های عزیزی. سلام گوهر جون. کتفتون بهتره؟ کل دیشب گذاشته بودمش لای انبرده است، بهتر الان. یه خبری باید بهت بدم. بگو بگو گل من. قول بده مثل پلاتیپوس قاطی نکنی. حل داشت. رواله، پیام میدم بهت. من فردا به ارتش اعزام میشم. چرا؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ پدر خودت همیشه بهم میگفتی فیلم خوب ببین، فیلم خوب. حالا با کدوم لشکر میخوای بری؟ حاج فهم. خدا رو شکر خیالم راحت شد. قول میگم هر جا رفتی عکس من نشون بدی بگی ریدم توش.
مگه انگوش کوچیکه یه پاتا زراف خارونده پدر بذار لپ چپ تو ببوس. نه 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 اونجا نوشابه ایه. میدونی همیشه دوست داشتم چی بشی؟ چی پدر؟ دوست داشتم ازت یه پارسل لیپ بسازم. یعنی الان پولم نشدم؟ اینو که باید از کبد هات بپرسی. کبدی یه دونه است یعنی چی پدر؟ راستی پدر اگه کشته شدم اینو بده به سپر خلصه. این چیه پسرم؟ نه دیالوگ تو بگو یعنی چی پسرم؟ رفتم تو نقش کلن. راستی پدر من اگه کشته شدم اینو بده به سپر خلصه. سپر خلصه کیه؟ دوست قدیمیمه، از صعود تیم ملی به جام جهانی 2014 با هم دوستیم. توش چی هست؟ 27 تا فیلم از نیچوکو در حال نوازش کردن کف پاش. خوبه، خوشحالم که پسر مگاهیتی مثل تو دارم. تو هم گوگولی ترین پدر دنیا. دوست بهت داشیم. اگه این ویدیو رو دوست داشتید چنل 7 کوروش رو حتما سابسکرایب کنید. چنل رضا آینه هم این بغل هست، حتما بهش سر بزنید و تا دیدار دیگر تیک کر. خدافظ.